بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم والسلام علينا علی عباد الله الصالحين اللهم اجل ولیك الفرج والعافية والنصر واجعلنی من خیر اعوانه وانصاره سخن و گفتگوی ما درباره زندگی بعد از مرگ بود و گفتیم مسئله فوق العاده مهمه بسیار مهمه در زردشتیگری هم خوشبختانه نه همانند دیگر کتاب هایی که دی میگن آسمانی هستن مثل تورات و انجیل در این باره مقداری بیشتر مفصلتر سخن به میان آمده است و بیان کردند و عنوان کردن این مطالب از جمله کسانی که در این زمینه در زمین زردشتیگری و شناخت زردشت پیغمبر خیلی گام های بلندی برداشته آقای ابراهیم پرداوود هستش ایشون محققی بوده که عمرشو در مورد زردشت و آثار زردشت و مسائل مربوط به زردشت تی کرده است کتاب های متعددی داره قابل استفاده است برای محققین یکی از این کتاب ها کتاب گات هاست یا گاتاها یا گاساها هر سه گفته می شود گاساها گاتها و گاتاها این هر سه گفته می شود این کتاب اجات مختلفی قابل به اصطلاح بررسی است و قابل استفاده البته برای محققینی که میخوان در مورد حضرت زردوش تحقیق بکنند برای ما هم حالا فعلا از این دید و از این دیدگاه قابل استفاده است و از این کتاب استفاده می کنیم چون شون مسلط بوده به متون زردشتی که در آثار مختلفی وجود داشته خودش هم صاحب آثار عرض کردم براتون و مهمترین اثرش همین کتاب گاتها یا گاتاها هستش دیگه خب در کتاب گاتها یا گاتاها ما این مطلب رو میخوانیم صفات هفتاد و پنج خود زردوش موظف است تا دامنی رستاخیز پندار و گفتار و کردار مردمان را در گنجیله اعمال نگاهداری کند در روز حساب واپسین آنچه از انسان در طی زندگانی از خوبی و بدی سر زد در مقابل هم می سنجند. اگر در ترازوی اعمال آدمی خوبی سنگینتر شد این قبه راستی این فتح راستی و شکست دروغ است وخشو زردوشت خود داور محکمه اهوراست خب پس بنابراین این دو سه خط رو معنا بکنیم میگه اون کسی که اعمال زردشیان را نگاه میدارد او کیه؟ او خود زردشته اشو زردشته حالا در آثار اسلامی و از جمله در قرآن کریم ما میابیم که آنچه اعمال انسان رو نگه میداره فرشتگان خدا به فرمان خدای متعال هستند حالا اینجا ایشون میگوید آن که اعمال ما رو نگه میداره زردشتیان رو او خود زردشته تا که تا زمانی که رستاخیز برپا بشود خب در روز حساب که رستاخیز در همون روز حساب خواهد بود وقتی که آغاز بشود این اعمالی که انسان انجام داده است رو در برابر همدیگه میسنجند اعمال زشت او اعمال نیکوی او خب اگر در ترازوی اعمال کفه خوبی سنگین تر شود این یعنی فتح راستی و شکست دروغ خب حالا در این میان داور کیه دادگاهی که برپا میشه قیامت وخشو زردوشت خود داور محکمه اهورا این داور در اون روز خود زردوشته پس از آن هنگام گذاشتن از پل چینود که در روی رودی از فلز گداخته برافراشتن فرا میرسد خب در رستاخیز که میشود باید از روی پلی رد بشوند این پل چیه؟ رودخانه زیرشه اونتا رودخانه توش آب نیست فلز گداخته هست و نیکوکاران خرم و خوش از روی آن گذشته و برای ستایش کشور جاودانی به کاخ پاکمنشی به خانه راستی به بارگاه اهورامزدا در آیند که در این دنیا کار خیر انجام دادن که البته میدونید شعار زردشتیان به صلاح ارز کنم حضور شما گفتار نیک کردار نیک و پندار نیک دیگه مرادش اینه در آن روز اونهایی که اوضاع احوالشون در اینجا درست هستش اونجا از اینجا از روی این پل چیلوت خیلی به خوشحالی شادی رد میشوند و میروند و اون وقت میرن پیش خود خدای متعال به پاداش موعود رسند حالا در اینجا این کلمه چه معنا میده به بارگاه اهورامزدا درآیند اهورامزدا که یعنی خدا باشه در اینجا میشه که پادشاهی معرفی میشه باز اون خصوصیتی که برای خدای متعال هستش که همانند نداره نظیر نداره شب نداره جسم نیستش خلاصه اونجا با این مطلب نمیخونه با هم دیگه معلومه که این تیکه از جمله قسمت های تحریف شده هستش خلاصه خب و اونجا پاداش و به ثمره اعمال نیک خودشون رو در اونجا میگیرند آنچه را که در جهان خاکی آرزوی داشتن آن داشتن به آنان بخشیده می شود خب طبیعی است در این زندگانی دنیوی مادی خاکی انسان ها تمنای چه نوع زندگی رو دارند برای آیندهشون آنچه را که تمنا می داشتند در زندگی مادی خودشون این چه می شود؟ این بهشون داده می شود خب اما اگر حساب بدی فزونی کرد آنگاه مرد گناهکار از وجدان خیش رنج و شکنج دیده از پل چین ود اندر رود یا پل چین ود از اون کجا برود از اون رودی که در اون زیر پل در جریانه اونتا فلز گداخته است و مخواد ردم بشه رد نمیتونه بشه رد نمیتواند بشود در اونجا چه میشه؟ در اونجاست سرنگون شود در داخل اون روده از فلز گداخته پر شده خب و به کوخ دیو و کلبه دروغ در حالا دیو چطور موجودیه در حدی که فقط گفته باشن دیو دیگه بر صورت اگر بدی و خوبی او یکسان باشد چی میشه اونجا نه از بخشایش فردو یعنی بهشت بهره من گردد و نه از شکنج دوزخ در آزار باشد این جای دیگری براشون اصطلاح درست میکنن و این اصطلاح جای درست در اون عالمی صورت میگیره که نام اون عالم چی هستش عالم عالم خواهد بود خب چند مطلب در ارتباط با این مطلب باید عنوان کرده شود اون چند تا مطلب اینه کتابی است به نام پارسیان اهل کتابند پروفسور طاهر رضوی نوشته این کتاب رو پروفسور مازندی هم به فارسی ترجمهش کرده این آدم محقق در مسیحیت بوده این کتاب رو هم انتشارات فروهر چاپش کرده متعلق به زردشتیانه علوف در اعزاز و تکریم و مبالغه در احترام و تعظیم آتش مقدس خوب چند تا مطلب از مشخصه های خیلی بارز زردشتیان در اینجا ذکر میشه اولیش احترام و تعظیم آتش مقدس آداب دخمه که مردگان را در برابر آفتاب نهاده تا لاشخورها گوشت آنها را خورده و استخوان تنها را باقی بگذارند این نمونه حقیقی عادات و رسوم تورانی های قدیم است یه بحثی داشتن در ایران تا سابقه زمان هم بود اصلا در یزد این داستانشون این بوده که وقتی شخصی از دنیا میرفت چیکار کار میکردن؟ میگفتن بدن پر از میکروبه بعد از مردن و این نا... ناپاک و این حرفا هستش یه جاهای بالای کو درست میکردن به نام دخمه اسمشون بود و این دخمه ها چطوری بودش؟ این دخمه ها که اونجا ساخته میشد بدن مرده را در داخل اون دخمه ها قرار میدادند نتیجه و ثمره این کار چه میشد نتیجه و ثمره این کار این میشد که کرکس ها این جنازه رو پیدا میکردند در بالای کو میرفتن اونجا خب معلوم بود دیگه تمام گوشتا و اجزاء بدن این فرد مرده رو میخوردنش فقط یک اسکلت باقی میموند و اگر کسی می توانست بر اون طرف بالای صدا کوه و دخمه رو داخلش رو ببینه اونجا فقط یک مقدار فراوانی چی پیدا میکرد؟ اسکلت پیدا میکرد اسکلت مردگان چون نظرشون این بود که بدن پلید اصلا اون چیز که وجود داره و درسته روح انسانی هستش این تا چند سال پیش در کشور ایران عملی میشد حالا جای دیگر رو من چون نرفتم هند رفتم ولی ندیدم اینا رو نمیدونم امتداد داشته باشد یا نداشته باشد البته ایران که دیگه نیست نگذاشتم به خاطر بهداشت محیط یک جنازه یا پر از باقل شما افولت و میکرو و اونجا آویزونش بکنید و مردم دیگر رو مبتلاش بکنید که با این ترتیب ولی در جای دیگه احتمال دارم که باشه در هند خیلی از این کار رو انجام میگیره این توصیه شده ولی مکتب مطلب مهم اینه از آداب و رسوم تورانی های قدیم است هیچ ربطی به زردوش نداره تورانی ها یعنی قاتلان زردوش داره. خیلی عجیبه کاری که قاتلان زردوش کرده بودند و میکردند بردارن بیارن و زردشتی ها عملیش بکنن تورانی ها دشمن شما هستن از کجا گرفتینش؟ یا در عوسته آمده؟ که در میان وظایف عمده دینی زرتشتیان جای گرفته است خب دکتر ادوارد فریمن گوید آین مانند آین زردوش که حکمت و فلسفه محض است در روزهای اول دارای اعمال و تکالیفی بود که مانند خود این آین ساده و بیالایش بود لیکن در اواخر شریعت شریعت مقها مقها یعنی دانشمندان روحانی گفت به کلی از سادگی اصلی که در تعالیم زرتوش بود افتاد افتاد اینا مال زردشت نیست برحال مال کیا هستش؟ مال مغان بوده مقان یعنی دانشمندان زردشتی خب این داستان در جاهای دیگری هم تکرار شده است هم زندگی پس از مرگ آمده و هم چون مرگ نیکوکار و پارسایی فرارسد روان به مدت سه شب و روز قرین جس باقی مانده یعنی روان اون فردی که از دنیا رفته با قرین خودش باقی میمونه و با امداد روز چهارم به همراهی دوشیزه پانزده ساله و بسیار زیبا که تجسم روان نیک وی و کردارش میباشد به بهشت برین وارد شده و برای همیشه و جاودان در نشاط و شادی و آسایش به سر خواهد کرد این برای آدم های خوب البته به همین جهت سوگواری برای چون این کسانی که سرانجامی خوش و کام دارند جایز نیست. نیست اصلا گریه کردن در زردشتگری مطلقا جایی ندارد گریه کردن یعنی نشانه اندوه و در آینه ما اصلا اندوه راه ندارد گریه رو گفتن بذارین کنار حتی در برخی از آثار زردشتی آمده اگر شما خلاصه بخواید گریه بکنید این گریه میشه آب جوشنده ای که در پل چین وقت خلاصه اونجا بدن آدم رو خواهد سوزانید پس گریه اصلا نکنید کامی که لباس مشکی رو هم اینها نمی پوشن. توجه کردید این هم یه برنامه هست. پس از مرگ دیگری که اینجا عنوان کرده است خب به فرم دیگری در کتاب وندیداد راجع پل چینوت داره صحبت میکنه این پل برای آزمایش و برگزیدن روان در گذشته است این پل برافراشته میان این جهان و بهشت و دوزخ است پیش از پل این مرحله برای آزمایش روان در گذشتگان است ایزدانی موکل بر آزمایش به اعمال و کردار روانان رسیدگی می کنند حالی شد ایزدان ایزدان ما یعنی فرشته ها و از پل می گذرن. اگر کردار نیکشان بیش باشد از پل گذشته و به بهش می رسند اگر اعمال و کردار نیک و بدشان برابر باشد به بهشت نرسیده و در برزخ میمانند اگر کردار و اعمال بدشان بیش باشد از پلی که به باریکی موی و برندگی تیقی سرنگون شده و به دوزخ میرسند گناهانی وجود دارد که ناامرزیدنی است چون مرد لوحانی لباد و یا کسی که ازدواج مقدس دینی رو برهم زده و یا مانع شده باشد مرتکب این چنین گناهی بدون توجه به فزونی و کاستی اعمال نیکو ارکرفشان از پل چینوت نمیتوانند نمی توانند نمی توانند اینم یک بحث دیگر باز در صفحه 758 جلد دوم داد مال آقای رزی اون وقت این قضیه پل چینوت رو کاملا برای اون دو مرتبه به همین شکل و شمایل توضیح میدهد خب یکی از مطالبی که حالا ما باید راجبش بحث بکنیم یک مطلبی هست به نام برشنوم یا برشنوم هست که نه هر چقدر برسیم حالا این قضیه رو براتون بیانش میکنیم برشنوم در واقع زد و افونی کردنه زد و کردنه خب این کار توسط چه کسانی انجام می توسط خود مخا انجام میگیره برای اینکه ای کسی مثلا در مجاورت با مرده بوده و ارز کنم که به صورت این آدم وقتی با مرده تماس پیدا کردش این باید حتما دو فولیش کنن چون تماس با مرده او رو نجس میکنه و در معرض مرگ قرار میده هرچی هم که در نزدیکی و مجاورت او باشه ناپاک و آلوده و در معرض نیستی واقع میشود و لازم می آید تا هرچه زودتر توسط یک موق برشنوم شود این برشنوم یه بحثی است که انشالله در جلسات آینده ما در بارش بیشتر سخن خواهیم گفت حالا این ماجرا هم باز مجددا در کتاب پارسیان اهل کتابند آمده است صفحه یکی از رسوم مخصوص زردشتیان در آداب میت این است که تن مرده را خوراک لاشخورها می سازند باید دانست که این مراسم از رسومات عهد قدیم پیش از ظهور زردوش بوده و چنان که گفتن مقای زردشتی در اثر عادات قدیمی خود آن را داخل دین نموده اند باز هم همین مطلب درست میشه ما نگاه میکنیم و میبینیم اصلا داستان اوستا داستان ای شده یعنی مقان هر دلشون میخواست داخل این دین میکردن عدبر هر هم دلشون میخواست از دین بیرون میکردن ما این بحث رو که قبلا کردیم حالا داریم تاکیدش میکنیم که بنا بر این تصریحاتی که اینجا آمده این کتاب کتاب آسمانی همش نمیتونه باشه دست بشر در اون راه پیدا کرده از جمله همین حرفا که بدن میت رو تومه لاشخورها بکنن چرا این کار بشه؟ اسلام میگوید بدن را در داخل خاک بپوشانید در داخل خاک قرار بدید این در داخل خاک قرار دادن یکی از میکروب های بسیار بسیار قدرتمند خود خاک این بدن در داخل به سلاج قبر میماند تا اینکه باکتری های موجود در داخل خاک او رو تجزیه کنند و از بین ببرندش دیگه و ها فقط بمانه این چه مشکل چیه اینجا؟ شما ور دارید بدن عزیزتون رو که به هر حال عزیز شما هستش این بالای دخمه که در بالای دخمه چی بشه؟ اونجا کرکس ها بیایند و این بدن رو تکه پاره بکنند و بخورند البته اینو چی حاضر میشه؟ چه کسی؟ کدوم دلی حاضر میشه ولو بدن است ولی بالاخره بدن عزیز او هست پدرش هست مثلا فرض کنید از کجا بخواد این کار رو انجام بده که دلش طاقت بیاره و تاب بیاورد برای این ماجرا انشالله این بحث باز هم در روزهای دیگر ادامه پیدا خواهد کرد تا برنامه بعد شما رو به خدای متعال می سپریم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته